برای آزادی. با درود به بینندگان خوب تلویزیون پارس، عسل پهلوان هستم و دقایقی رو با شما بینندگان خوب تلویزیون خواهم بود. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید سلامت باشید و پایدار و این ایام تابستان بر شما خوش گذشته باشه و هموطنان ما با تمام مشکلاتی که میدونم در داخل کشور دارند بتونن این روزها رو، تعطیلات تابستانی برای بچه ها و دور همیا رو به خوبی بگذرونن. خبرهایی نیست که خیلی خوشایند باشه، ولی با تمام این احوال باید امید داشت و باید به آینده روشن فکر کرد. در همین آغاز این برنامه، به دلیل اینکه جمعه زمان برنامه من نرسید و تموم شد و نتونستم این پیام رو براتون بگذارم، تولد ستار بهشتی بود روز جمعه و ستار بهشتی وبلاگ نویس و کارگری که به دست دژخیمان رژیم جمهوری اسلامی کشته شد، کارگری که عاشق ایران بود و فقط به آزادی و مردم ایران فکر میکرد. ستار بهشتی کارگر و وبلاگ نویسی بود که در زندانهای جمهوری اسلامی مورد شکنجه قرار گرفت و زیر شکنجه جان باخت. بعد از کشته شدن ستار بهشتی، مادر او خانم گوهر عشقی راه او رو ادامه داد. مادری که همگان به او احترام میگذارند، سالها و سالهای سال که فعالیت میکنه و راه فرزند رو ادامه میده. ستار بهشتی متولد یک شهریور 1357 بود و در 13 آبان 1391 همونطور که گفتم به دست دژخیمان کشته شد. گوهر عشقی امروز به مناسبت سالگرد زادروز تنها پسرش پیامی رو فرستاده که دوست داشتم این پیام رو از زبان مادری که دادخواه فرزندشه و همچنان ایستاده است. درود من به خانم گوهر عشقی، با هم پیام او رو به مناسبت زادروز تک پسرش با هم ببینیم. تولد ستاره، اونایی که برای من تبریک میفرستن، تبریک برای من میخونن، ازشون کمال تشکر دارم. ستار برای من زنده است، آرمانهاش تو قلب من زنده است. فرزندانم، ستار درد کارگر، درد معلم، درد دانشجو، درد زندانیای سیاسی، درد مردم، درد خودش میدونست. نمیتونست تحمل درد دیگرون رو بکنه. درد کارگر درد خودش بود. بنابراین علی خامنه‌ای فکر کردن ستار بکشن، صداش خاموش میشه. فکر نکردن مادرش دوباره متولد میشه. صدای ستار خاموش نشد، حتی تا دشمنانش که ضربه هایی بهش میزدن صداش خاموش نشد. من صدای ستار هستم. اگه من نباشم سحر صدای ستاره. اگه سحر نباشه خیلی فرزندانی دارم صدای ستارها باشه. از اندانم ستار رای آزادی بود و عدالت. تا این جنایتکاران سرنگون نشه صدای ستار خاموش نمیشه. پیام خانم گوهر عشقی، این مادر دادخواه رو شنیدید و دیدید. صحبت از خانواده دادخواه کردم، یک خانواده دیگری که بعد از کشته شدن فرزندشون همچنان ایستادند، خانواده پویا بختیاری است. خانواده پویا بختیاری
که امروز که در اینجا در این برنامه دارم صحبت میکنم، پدر، مادر، عمو در زندان‌های جمهوری اسلامی اسیر هستند. امروز مادر منوچهر بختیاری، مادری که دو فرزندش امروز در زندانه، فرزندانی که فقط دادخواه فرزند نوش بودن، در واقع امروز پیامی رو فرستاده. در واقع عمه پویا بختیاری این ویدیو رو ضبط کرده و در و بر انعکاسی که داده و نوشته که دست از سر خانواده ما بردارید و اینکه زورتون فقط به ماها میرسه. دوست داشتم پیام دیگری رو از یک مادر دادخواه بشنویم و ببینیم. نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم. جمهوری اسلامی، الان 20 روزه پسر منه گرفته برده زندان مرداد. پسر منه، من دیروز رفتم ملاقاتیش تو زندان قزلحصار، تو اون سالون بزرگ 2 ساعت ناله کشیدم. بچه های من، پسر من نیوردن من ببینم چی کار کرده مرداد من. مگر دزدم، مگر قاتله؟ چرا تخت نمیدید بچه من؟ بچه من زمین میخوابانید. چه دشمنی دارید؟ این بر نوم کشته، اون بر اون پسر رو زندانی کرده، این بر این پسر رو زندانی کرده. اگر زیاد ناراحتید یه دانه زندان درست کنید، کل خانواده بختیاری ایمانه ببرید کلن زندانی کنید، دقتان بخوابن. امروز برنامه رو با خانواده های دادخواه شروع کردم. مادر، مادر بزرگ و یا خواهر. بله، صحبت از خواهر کردم، خواهر محمود مهرابی. محمود مهرابی امروز در زندانه و حکم اعدام رو برای او صادر کردند. خواهر محمود مهرابی، مریم مهرابی هم در زندانه و دست به اعتصاب قضا زده بود به دلیل شرایطی که در زندان داره و امروز ماهان مهرابی، این خواهر دادخواه، میخواهد که صدای خانواده او باشیم و فراموش نکنیم. با هم این پیام رو ببینیم. درود بر شما مهربرزان ایران و ایرانی، درود بر شما مردم شریف ایران. ما مدت هاست که زندگی معمولی نداریم، مدت هاست که دیگه نمیتونیم زندگی معمولی داشته باشیم، چون یکی از ما تصمیم گرفت در بین سیاهی و تاریکی سفید و با شرف باشه. برادرم محمود مهرابی محکوم به اعدام و خواهر دادخواهم مریم مهرابی، خواهر دادخواهم که بیشتر از 2 ماه هست در زندانه و در اعتصاب قضا به سر میبره برای اعتراض به احکام ناعادلانه. خواهرم مریم امروز میتونست در زندگیش باشه، میتونست در کنار فرزندانش باشه و خودش رو آماده کنه برای رفتن به کلاس درس که به فرزندان این سرزمین درس زندگی، شرف و شجاعت بده. اما امروز در زندانه به جرم دادخواهی. خواهرم نه تنها یک معلم با وجدانه، نه تنها یک خواهر دادخواهه، مادریست دلتنگ، دلتنگ و بیقرار برای فرزندانش. بارها از شما خواهش کردیم و تمنا کردیم که صدای محمود مهرابی و مریم مهرابی باشید، اما امروز از شما میخوام که صدایی بلندتر و رساتر باشید برای ما، نه فقط برای ما، برای خواهران و برادران خودتان، برای فرزندان خودتان که روزی آنها هم تنین آزادی و آزادگی را در این سرزمینی که تاریکی آن را گرفته سر خواهند داد. اما آن روز با تمام توان در کنار شما خواهیم ایستاد. صدای مریم مهرابی باشید که بیشتر از 2 سال جنگید برای اینکه فقط بتونه صدای برادرش باشه، صدای دادخواهی باشه که حداقل بتونه برادرش رو ملاقات بکنه. الان هم خودش در زندانه و هم برادرم مدت هاست بدون ملاقاتیه. صدای ما باشید و در کنار هم باشیم و امید آزادی ایران
درود بر شما. شما میدونین ساس چیه؟ ساس رو از حیوان کوچولو، جانور کوچیکیه که از خون انسان‌ها تغذیه میکنه و یه خود بزرگتر از کک یا یه چیز کوچیکیه که واقعا اذیت کننده است و همونطور که گفتم از خون انسان تغذیه میکنه. حالا در زندان اوین ساس بسیار زیاده و ضیا نبوی در اردیبهشت ماه در سلولش گفته بود آیا شکنجه کردن ما با ساس که در سلول ما زیاد هستش اینم جزء شکنجه ایست که ما باید تحملش کنیم؟ اینو گفتم، ساسو گفتم که بدونی در سلول سلولهای جمهوری اسلامی به چه صورته. گفته ی ضیا نبوی باعث شد که زندانبانان و جمهوری اسلامی از این موضوع ناراحت بشن و او رو تنبیه بکنن به خاطر اینکه ضیا نبوی گفته که توی سلول ما ساس وجود داره. بله، در به همین مناسبت آقای ضیا نبوی رو به دلیل نشر اکاذیب ایشون رو دارن تشکیل پرونده جدیدی برای ضیا نبوی تشکیل دادن در زندان. آقای امیر رئیسیان وکیل مدافع ضیا نبوی پس از تشکیل پرونده و ارسال آن به شعبه هفتم بازرپرسی و تفهیم اتهام نشر اکاذیب در نهایت پرونده او را به شعبه 1207 برد و در واقع من باید بگم که آقای امیر رئیسیان در اضافه کرده بودند که شورای انضباطی زندان تصمیم گرفته است این زندانی را به دلیل اترارسانی در مورد ساس به انفرادی به عنوان تنبیه منتقل کنه. ببینید چقدر اینا پست هستن که شما در سلول هاتون ساس میریزید، یکی میاد خبر بهت میده که در سلولای ما ساسه، این تنبیه داره و باید به انفرادی بره و تازه به همینجا ختم نمیشه، براش یه پرونده‌ای تشکیل میدن که بگن که آقا این نشر اکاذیب برای ساس. وای بر ما. محکومیت بهزاد علی کناری خواننده رپ به 6 ماه حبس تعزیری، حکمی که برای او صادر کردن و حالا مطمئناً به زودی به اجرا در میارن. او همچنین از متهمان پرونده جانباختنی که بسیجی به نام روح الله اجمیان هم بوده که در فروردین در واقع در فروردین ما ایشون رو تبرئه کردن و آزادش کردن، ولی حالا دلیل دیگری پیدا کردن که ایشون رو دوباره به زندان. ببینید برای یک نفر، من چندی پیش براتون این رو گفتم که یه بسیجی اسمش هست روح الله، اسمش بود روح الله اجمیان، به خاطر این بسیجی چند نفر حکم اعدام صادر کردن، 2-3 نفر رو اعدام کردن، محمد مهدی کرمی و دیگر عزیزان جزو این به خاطر این بودن. تازه این روح الله اجمیان، هر کسی که اسمش هست روح الله اجمیان، این اسلحه داشته به مردم تیراندازی میکرده، حالا یکی زدش که آقا تیراندازی نکنه به مردم. شما فردا جواب این خانواده رو چجوری میخواییم به مردم بدین؟ در واقع شما کسایی هستید که جوانان مردم رو به خاطر یک نفر اعدام کردن و باید بگم که امروز عده زیادی حکم بغی بهشون دادن. حکم بغی، من اینو بارها گفتم، حکم بغی خیلی شیک اعدامه. حالا یه چیز دیگه درست کردن
که حکم بقی صادر میکنه. حکم بقی یا باقی یا هر چی که هر جور که تلفظش میکنی، در واقع این حکمیه که دو تا قسمت داره. قسمت اولش اینه که یک کسی حمله مسلحانه کرده، و دومش اینه که برای کسی حکم صادر میکنن که بخواد ترسونده باشه با اسلحه. حالا برای اینا حکم اعدام داره. از جمله کسانی که براش حکم بقی رو صادر کردن، بخشان عزیزی است. ولی براتون بگم که زنان در زندان با هم یک صدا شدند و هر سه شنبه با هم تعصب میکنن در فضای باز زندان، فضای که بتونن بیرون بیان. هر سه شنبه میان و نه به اعدام میگن. این جریان حدوداً براتون بگم دو سه ماهیست که انجامش دارن میدن. هر هفته، هر سه شنبه از زندان اوین شروع شد، به رجای شهر، به مشهد، به اصفهان، و تعداد زیادی از زندانیان، چه زن و چه مرد، هر سه شنبه این تحصن رو انجام میدن و نه به اعدام میگن. اینها رو گفتم که براتون بگم که 15 نفر از این زنان، از جمله بخشان عزیزی، الهه، و عکس و شال مشاهده میکنید، الهه فولادی، نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، سمانه اصغری، آنیشا اسداللهی، محبوب رضایی، وریش مرادی، ریحانه انصاری نژاد، هر کدومشون اینها رو محکومشون کردن که در واقع تماس و ملاقات با خانواده نداشته باشن. این زنان رو دیدی؟ دوباره نشون بده سپر جان عکسشون. این زنان فریاد زندانیان در داخل زندان هستند، به خاطر اینکه حمایت کردند و گفتن نه به اعدام، به خاطر اینکه جان زندانیان در خطره. 2 ماه هر کدوم از این زنان که نامشون رو بردم محروم از تماس تلفنی و ملاقات هستند. بیایید با هم در کنار این زنان قرار بگیریم. فرقی نمی کنه چه در زندان اوین باشه، چه در زندان رجای شهر و یا در زندان گیلان، که امروز 11 فعال اجتماعی رو به زندان انداختن. زنان مبارز که در خط اول مبارزه قرار دارن. درود من به تک تک این زنان مبارزه ایران زمینم. در آخر برنامه دوست داشتم دو خبر رو بگم که 70 دانشجوی دانشگاه رجایی رو، حالا نمیدونم اسم قبلش چی بوده، و 300 معلم و فعال صنفی رو فقط در طی 2 سال اخیر امکان معلمی رو از دست دادن و اخراجشون کردن. همینطور باید این رو اضافه کنم که در
میدونید که اعتصاب پرستاران همچنان باقی است. با هم در یک دقیقه این کارگر پرستاران عزیزمون رو در گرگان با هم نگاه کنیم. اعتصاب پرستاران رو بریم سری به گرگان بزنیم، خیلی سری در همین چند ثانیه که در آخر باقی است با هم نگاه کنیم. و بریم به اصفهان. در اصفهان هم هموطنان ما، پرستاران ما همچنان در اعتصابشون ادامه دارد. اصفهان پرستار نباشد سیستم مذهبی. لرستان، دوست داشتم سری به لرستان بزنیم. درود من به هموطنان ما در لرستان. و در آخر بگذارید به بابل بریم، با هم بابل رو نگاه میکنیم. بله، اگر بابل نداریم بگذارید. بله، این بابل در صد فرق نمی کنه. بابل هم دست به اعتصابشون همچنان باقی است. بینندگان عزیز، باید این رو اضافه کنم که در مورد پرستاران این اعتصاب ها همچنان باقی است و باید بازنشستگان مخابرات شرکت نفت به اینها بپیونده. مطمئنا در برنامه دیگر این ویدیو رو نشون خواهم داد، چون وقت به من اجازه نمیده. دوست داشتم چند نکته دیگر رو بگم که مطمئنا در برنامه روز چهارشنبه خواهم گفت. مرسی از سپر عزیزم در اتاق فرمان و تبریکی به سپر عزیز که فرزند جدیدشون به دنیا آمدن. از همین فرصت استفاده میکنم با تبریک به سپهر عزیزم در اتاق فرمان که بسیار زحمت میکشه. ممنون از شما بینندگان که با من و همراه من بودید. تا برنامه دیگر، ساعت دیگر، خدا نگهدار.